رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در داخل کشور سوخت هسته تولید می محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفته است جمهوری اسلامی می در داخل سوخت هسته تولید کند و به زودی استفاده از آن را در نیروگاه اتمی بوشهر آغاز خواهد کرد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این کشور با روس اتم آژانس دولتی انرژی اتمی روسیه مذاکراتی داشته و امیدوار است در چارچوب این همکاری ها و بر اساس برنامه ها و قراردادهای امضا شده بتواند این کار را انجام دهد و استفاده از سوخت تولید ایران را نیروگاه اتمی بوشهر آغاز کند در حال حاضر سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را روسیه تعمین می کند و پس سوخت هم به روسیه منتقل می شود. آقای اسلامی در مصاحبه خود با اسپوتنیک گفته است کشورش قصد ندارد غنی سازی بالاتر از 60 درصد خلوص انجام دهد او گفته است فعالیت های هسته ایران بر اساس توافقات اساسنامه و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود آبان امسال آژانس بینول بلالی انرژی اتمی گفت ایران به یک سانتریفیوژ پیشرفته خود برای افزایش غلظت اورانیوم از 20 درصد به 60 درصد گاز تزریق کرده است این اقدام برخلاف توافق هسته یه برجام بود که در آن ایران متحد شده از تزریق گاز و غنیسازی اورانیوم با این سانتریفیوژها خودداری کند پس از خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ایران به تدریج از تعهداتش در این توافق هسته ای کاست و گفت دیگر هیچ محدودیتی برای حوزه عملیاتی برنامه هسته خود شامل ظرفیت غنیسازی درصد غنیسازی میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه قائل نیست قرار است مذاکرات برای احیای بردرام از روز دوشنبه ششم دی در وین از سر گرفته شود طرف های غربی میگویند خوشبین نیستند این مذاکرات به نتیجه برسد در این گفتگوها آمریکا حضور مستقیم ندارد و جمهوری اسلامی از مذاکره رو, رو با آمریکا سرباز زده است دولت جو بایدن رفع تحریم ها را به بازگشت ایران به تعهداتش در برجام منوط کرده است در مقابل ایران بارها از آمریکا خواسته تا ابتدا تحریم ها را بردارد ایران میگوید با هدف دستیابی به توافق در این مذاکرات شرکت می کند اما خواسته ها و شرط را مطرح کرده که بنا به گزارش ها کشورهای اروپایی با آنها موافق نیستند ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان، کانال آژیر خبر را سابسکرایب و زنگوله آن را فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.